بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمدلله خداوند توفیق داده که یک شب دیگه در خدمت عزیزان از این مائده الهی، این دعای جوشن کبیر استفاده کنیم. فراز 48 را با هم دیگه گفتگو میکنیم. یا من عطاؤه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده صدق، یا من عفوه فضل، یا من عذابه عدل، یا من ذکره حلب، یا من فضله عمیم. خب تمام این 10 مورد از نظر ساختار عبارتی، ساختار جمله شبیه هم هستند. در واقع حرف ندا هست یا، و بعد منادا من موصوله هست و بعدش هم جمله آمده، جمله صله. خدا را به این شکل صدا میزنیم 10 بار، همشون هم از همین ساختار برخورداره، اما مزامینشون نکات مختلفی رو در بر میگیره. ای کسی که عطای او شریف است. خب خداوند متعال هم خودش معطی هست، عطا کننده هست، بخشنده هست، همه هستی عطای اوه. هم دوست داره که ماها هم نسبت به اون کسانی که میتوانیم کمکی بکنیم، حالا ممکنه کمک علمی باشه، ممکنه کمک مادی باشه، ممکنه کمک حیثیتی و آبرو گذاشتن باشه، دوست داره که ما هم تا اونجایی که میتونیم عطا بکنیم. منتها خداوند متعال عطا که میکنه با آدابی عطا میکنه که اون دریافت کننده ذلیل نمیشه، با کرامت عطا میکنه. اولا چیزی که میدهد چیز درخور و شایسته و بزرگی است که حالا توی فرازهای دیگه داریم. با فضل خودش میده، با کرم خودش میده، با جود و سخا میده. بعدم که میده انسان را تحقیر نمیکنه یا موجودات را تحقیر نمیکنه. ما باید یاد بگیریم که در اون حدی که میتوانیم ما هم واسطه بشیم، کانال بشیم برای اینکه این عطای الهی به دیگران هم برسه. هر چی ما بتوانیم از عطای الهی درست استفاده کنیم و درست این را منتشر کنیم، ظرفیت دریافت ما هم بیشتر میشه. بلا تشبیه، مثل اینکه یک کارخونه وقتی نمایندگی داشته باشه، توزیع کننده ای داشته باشه در یک شهری یا کشوری، وقتی ببینه که اونها ظرفیت دارن که بیشتر از محصولات اون رو عرضه بکنن و به مشتری ها خدمات خوبی میدن، سهمیه اونها را بیشتر میکنه. بنابراین ما باید سعی بکنیم اولا قدردان
عطایای الهی باشیم و ثانیاً سعی بکنیم که به عنوان یکی از مصادیق شکر عملی خودمون هم این را به دیگران برسونیم. اگر علمی داریم، اگر تجربه‌ای داریم، اگر مالی داریم، هر چیزی که داریم که میتوانیم به دیگران هم بدیم بذاریم، منتها بدون منت، بدون اذیت، بدون تحقیر، با شرافت، با کرامت باشه. و جالبی عطایای الهی اینه که هرچی ما از خداوند بیشتر درخواست میکنیم، با روحیه شکر البته، نه با روحیه زیاده طلبی و نق زدن، اگر انسان با شکر از خدا هی طلب کنه، هرچی شما بیشتر طلب کنی، نه تنها از احترام شما کمتر نمیشه، بلکه احترام شما بیشتر میشه در درگاه الهی. و مردان و زنان الهی، کسانی که دریافت کردن چیزی را و شاکر بودند، محبوب تر میشند. شما اگر یک شاگردی داشته باشید که از همه درسای شما استفاده میکنه، شاکرم هست، نمیگید که چقدر از من یاد میگیرید، چقدر دیگه من به تو چیز یاد بدم، نه، خوشحال تر میشید و او رو در اولویت میذارید. میگید این کسیست که خیلی راغب هست، خیلی مشتاق هست، خیلی اصرار داره و شاکرم هست. این احترامش در نزد شما بیشتر میشه. خداوند متعال اون کسانی که در درگاه او دست طلب را بلند کردند و در این حال نسبت به آنچه هم که دریافت کردند شاکر هستند، اینها را بیشتر دوست داره، اینها را بیشتر مقرب میکنه. یعنی نه تنها نمیگه چقدر دیگه از من میخواید، بلکه برعکس، شدت طلب و کثرت طلب تازه بر کرامت شما اضافه میکنه در نزد او. یا من فعله لطیف، ای کسی که فعل او، کار او لطیف است. لطیف از لطف. گاهی اوقات لطیف به معنای کسی است که دارای لطف و مهربانی است، و گاهی لطیف به معنای کسی که دارای لطافت و ظرافت، که اینا به هم دیگه هم ارتباط داره. مثلا وقتی میگیم خداوند لطیف خبیر هست، میتونه معناش این باشه که یعنی خودش و کارهاش با ظرافت و لطافت انجام میشه و برای درکش باید ما دقت کنیم. میگن اللطیفو ما لا یدرکو الا بدقت نظر. چیز لطیف اون چیزیست که باید انسان دقت بکنه، خوب نگاه و توجه بکنه تا بتونه پیداش کنه. چیز زمخت و خیلی خلاصه آشکار و اینها ممکنه نباشه، خیلی ظریفه. مثلا میگیم آقا در این متن نکات لطیفی وجود داره، این نکات خیلی ظریف و به اصطلاح دقیقی که باید شما هم دقت بکنید تا به اون برسید. به هر تقدیر خداوند متعال هم لطیف است به معنای این که دارای لطف و محبت است، که با جمله تعبیر بعدی هم که میخونیم یا من لطفه مقیم سازگاری داره، و هم به این معنا که لطیف است فعلش، یعنی که فعلاش رو، کارهاش رو با ظرافت انجام میده. اگر خداوند ما را تربیت میکنه، اگر خداوند ما را حتی گاهی توبیخ میکنه، اینها با ظرافت انجام میشه و باید انسان دقت داشته باشه که بتونه متوجه بشه. چیزی نیست که حتما
به خلاصه اعلان عمومی بگذارن، تو بوق و کرنا بکنن که آقا ما یه لطفی به شما دادیم. گاهی الطاف خفیه، گاهی الطاف آشکاره. خلاصه کارهای او با ظرافت و با لطف و مهربانی انجام میشه. یا من لطفه مقیم، ای کسی که لطف او پایدار، لطف او ماندنیه. خدا اینجور نیست که اون لطفش به هر دو معناش زود گذر باشه. دیدید بعضی هستن که یه موقع خیلی مهربون میشن، یه موقع اصلا آدم های سنگدلی میشن یا بی توجه میشن. یه موقع خیلی با آدم احترام میزنن، یه موقع میره آدم اصلا تحویل نمیگیرن. خلاصه اینا مودی هستن، همینجور حالت های مختلفی دارن. گاهی میشه مثلا بعضی ها تو خونه خیلی مهربونه، یه دفعه هم عصبانی میشه، خیلی اذیت میکنه، دوباره بعد پشیمون میشه، دوباره مهربان میشه. خوبه که انسان به این نکته توجه کنه که خداوند متعال لطفش مقیمه، یعنی همواره ادامه داره. ما اگر عوض نشیم او عوض نمیکنه. در قرآن میفرماید ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا اگر نعمتی داده او را تغییر نمیده مگر اینکه ما خودمون شرایطمون رو عوض بکنیم. او همیشه آمادگی لطف داره، همیشه آمادگی مهربانی داره، عطا داره، کرم داره، بخشش داره، مغفرت داره، هدایت داره. همه از طرف او میتواند ادامه بده. حالا ما متاسفانه گاهی خودمون رو محروم میکنیم، حالا یا به شکل فردی یا جمعی ما خودمون رو محروم میکنیم، اما از ناحیه او چون ذات او ذات خیر محضه، لطفاش یه ماندنی است. ما هم باید از این درس بگیریم. ما هم اگر میخوایم به خدا نزدیک تر بشیم، ما هم باید هم در فعلمون لطیف باشیم، هم لطفای ما موندگار باشه. با یکی دوست شدیم، دوستیمون موندگار باشه. اگه ازدواج کردیم، پیوند ازدواج ما موندگار باشه. با کسی کار کردیم موندگار باشه. با همسایه دوست شدیم موندگار باشه، ولی اینکه حالا از اینجا رفته. یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم. اینم تأکید کننده همون مطلبه. ای کسی که احسان او قدیم است. قدیم بر ازلی بودن و ابتدا نداشتنش تکیه میکنه، مقیم بر ابدی بودن و پایان نداشتنش تکیه میکنه. یعنی هم قدیم الاحسان، میگیم یا قدیم الاحسان، از اول محسن بوده، از اول نیکی کرده، و همین لطفش مقیمه، موندگاره. ما خدایی که احسان نکرده باشه نمیشناسیم. خدای ما خدایی است که به احسان شناخته میشه، خدایی است که به لطف شناخته میشه، خدایی است که به رحمان و رحیم شناخته میشه. خودش هم باز از ما میخواد که احسان داشته باشیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خدا میخواد که شما عدل به عنوان کف و بعد روی عدل احسان داشته باشید. یا میفرماید که دین اصلا چیه؟ و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. اصلا دینداری به
احسانه. پس خودش احسانش قدیم است، ازلی است و ما هم باید سعی کنیم که همیشه محسن باشیم. البته محسن معناش فقط این نیست که انسان به دیگران احسان بکنه. محسن این است که هر کاری که می کنیم زیبا باشه. کارهایی که برای خودمونم انجام میدیم باید زیبا باشه. به خودمون بدی نکنیم. به دیگران خوبی کنیم. همه کارهای مؤمن باید زیبا و نیکو باشه. یا من احسانه قدیم. شما اگر هر حسنه ای را انجام بدید ولو نماز بخونید، اینم احسانه. روزه میگیرید، اینم احسانه. هر حسنه ای که انسان ایجاد میکنه، هر کار خیری که انجام میده، هر نورانیتی که ایجاد میکنه احسانه. ولی قسمت مهم میشم این هستش که احسان به دیگران بکنه و محبت به دیگران داشته باشه. یا من قوله حق، یا من وعده صدق. این دوتا خیلی مطلب مهمی است. اصلا هر کدوم از اینها یه بابی رو باز میکنه. خداوند متعال اساس کارش بر حق. اصلا خودش الحق. حق اصلی اوست و اساس کارش بر حقه. این یه بحث خیلی مهمی است در قرآن کریم که حق از اون مفاهیمی است که تمام تکوین و تشریع و خود خدا که تکوین و تشریع به دستش هست همه رو بر اساس حق میشه بیان کرد. مثل مفهوم نور، خداوند خودش الحق. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. اصلا ما چرا باید خدا رو عبادت کنیم و بت‌ها رو نباید عبادت کنیم؟ مسئله چیه؟ به کجا برمیگرده؟ این اختلاف خدا و بت‌ها آخرش به کجا برمیگرده؟ بحث اسم و لفظ و اینها که نیست. آخرش به اینجا برمیگرده که آقا اونا باطلن، خداوند حقه. اونم الحقه، نه که فقط حقون. یعنی اصل و اساس حقیقت خداونده. شما کسی را باید عبادت کنید که اولا حق باشد، واقعیت داشته باشه، ثانیا اساس حقیقت باشه. ولی ما باید بریم اگه یه چیزی اساس حقیقت نباشه بریم اساس حقیقت رو پیدا کنیم و عبادت کنیم. خداوند الحق، حق مطلق، حقی است که همه حقیقت ها به شرط انتساب به او حقیقت هستند. پس ما باید او را عبادت بکنیم. بعد هر کاری هم که انجام میده بالحقه. آسمان ها و زمین رو میآفرینه بالحقه. کتاب های آسمانی میفرسته بالحقه. همه چی بر اساس حقه. مثلا راجع به قرآن، بالحقه انزلنا و بالحقه نزل. ما قرآن را بر اساس حق فرستادیم و بر اساس حق هم فرود آمد. یعنی در این مسیر هم هیچ تغییری رخ نداد. جبرائیل امین و هر واسطه‌ای اگر بوده هیچ تغییری نداده. حق فرستاده شد و حق دریافت شد. پیغمبر هم باید چیکار کنه؟ با تمام دقت همون رو به مردم بگه. لو تقبل علینا بعض الاقاویل. اگه یک ذره، نقطه ای، جمله ای، نه کلمه ای، نه یک حرفی، نقطه ای بخواد پیغمبر از خودش اضافه بکنه،
لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ما شوخی نداریم، البته این برای اینکه ماها حساب کار خودمون رو بکنیم. پیغمبر رو نابود میکنیم، دیگه اون پیغمبر نیست. اگر بخواد یک ذره در حق تصرف بکنه، همه چی باید بر اساس حق باشه. اون مقدارش که دست خود خداست همش بالحقه، اون مقدارش که دست ماست میفرماید شما باید حق را رعایت بکنید در کلامتون، در قضاوت هاتون، در قول دادن هاتون، در روابط، همه چیز بر اساس حق باشه. الان فرصت نداریم، ولی در چندین جلسه در سری بحثایی که به عنوان Indicators of Piety داشتیم، عزیزانی اگر انگلیسی میدونم Indicators of Piety، شاخصه های ایمان، اونجا من استدلال کردم که به نظر بنده مهمترین نشانه ایمان، مهمترین ملاک ایمان این است که انسان نسبت به حق خاضع باشه، حق جو بوده باشه و حق پذیر باشه. کسی که حق جو باشه حق پذیرم هست. اگر ما در مقابل حق تسلیم باشیم بلکه مشتاق حق باشیم، بنده خدا هستیم. هر جا که خودمون رو به حق ترجیح بدیم یا دوستی ها و روابط و تعصب ها و امثال ذلک را بر حق ترجیح بدیم، یعنی ما دور شدیم از خدا. ایمان یعنی تسلیم در مقابل حق. ای کسی که قول او حق است و وعده او صدقه، هر چه او بگوید مطابق با حقه، هر چیزی وعده بده صادقه، کلامش صدقه، وعدش صدقه، چون اصلا باطل اونجا راهی نداره. در قرآن این وصف را راجع به خود قرآن داریم، انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل لا من بین دی و لا من خلفه. قرآن که کلام خداست، در او باطل به هیچ وجه راه نداره، چه برسه خود خدا. ممکنه در یک شأنی از شؤون خدا، در فعلی از افعال خدا باطل راه پیدا کنه، محاله. ممکنه در کلام خدا، در وعده خدا باطلی باشه، کذبی باشه، حتی خطا باشه، چون خطا هم باطله، نه کذبه نه خطا، نه حق. حالا ما از این باید دو استفاده حداقل بکنیم. یک، این که به کلام الهی کاملا دل ببندیم، چون حقه. به وعده های الهی دل ببندیم، چون صدقه. اگر خدا یک وعده ای داده، هیچ شکی توش نیست. اگر فرموده ادعونی استجب لکم، در شک نیست. اگر فرموده من یتوکل علی الله فهو حسبه، در شک نیست. به کلام او یقین کنیم، به وعده های او یقین کنیم. یک. دو، خودمون هم اینجور سعی کنیم باشیم، درست حرف بزنیم. اول فکر کنیم بعد حرف بزنیم، اول دقت کنیم بعد قول بدیم، وعده بدیم. یکی از چیزهایی که ما را محروم میکنه از این که از وعده های الهی بتونیم استفاده کامل بکنیم، همینه که خودمون خلاف او با مردم رفتار میکنیم، با دیگران رفتار میکنیم. خودمون رو از قابلیت میاندازیم. اگر من به کسی دروغ نگم،
و وعده هام رو جدی بگیرم تا اونجایی که می توانم سر حرفم بیستم وقتی که وعده ای دادم، وقتی که قولی دادم، اون وقت از خدا یه درخواستی بکنم، خدا درخواست منو رد نمیکنه. خداوند میگه این بنده من دقیق حرف میزنه، کلماتش تک تکش حساب داره، دروغ نمیگه، الکی حرف نمیزنه، مبالغه نمیکنه، وعده هاش رو وفا میکنه. حالا این زبان صدق، این لسان صدق، این از من یه چیزی بخواد، من ردش نمیکنم. پس هم یقین داشته باشیم به کلام الهی و وعده های الهی، هم خودمون هم اینطوری سعی کنیم باشیم. یا من عفوه فضل، یا من عذابه عدل. خداوند متعال به هیچ وجه، به هیچ وجه کوچکترین ظلمی نمیکنه. اصلا ظلم باطل، ظلم از او نشأت نمیتونه بگیره. به تعبیری که ما در روایت داریم، انما یحتاج الى الظلم الضعیف. چه کسی نیاز به ظلم داره؟ آدم ضعیف، موجود ضعیف ظلم میکنه، موجودی که فقیره، حالا یا قدرت نداره یا ثروتش محدوده یا علمشو نداره. گاهی ما انسان چون علم نداریم ظلم میکنیم، خطا میکنیم، ظلم میکنیم. گاهی قدرت نداریم، گاهی امکانات نداریم، و حالا کسی که نیازی نداشته باشه چرا ظلم میکنه؟ کسی که بی نیاز باشه که ظلم نمیکنه. ظلم اصلا در درگاه الهی هیچ جایی نداره. یک باطل، شعبه مهمی از باطل ظلمه و اونجا هیچ راهی نداره. حتی مثقال ذره ظلمی است. بنابراین خداوند متعال یا با عدالت رفتار میکنه یا با فضل. که اینجا منظور ما از عدالت یعنی همون حق تو بده، چون عدالت به دو معنا به کار میره. عدالت گاهی یعنی ظلم نکردن، بنابراین شامل فضل هم میشه. مثلا یه کسی از من، فرض بفرمایید 1,000,000 تومان طلب داره، من اگه بهش 1,500,000 بدم ظلم نکردم که، عدالته. 1,000,000 هم بدم بازم عدالت. اینجا عدالت یعنی ظلم نکردن، حقشو بده. اما وقتی عدل رو در مقابل فضل قرار میدیم، عدل یعنی استحقاقشو بهش بدید نه بیشتر، فضل یعنی بیشتر از استحقاقش بهش بدید. پس هیچ کدومش ظلم نیست. این که میگیم الهنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، با فضلت با ما رفتار کن، معناش همینه. معناش نیست که با عدل رفتار نکن یعنی ظلم کن، نه، ظلم که اصلا راه نداره. خدایا تو میتونی دو کار بکنی، هر دوشم غیر ظالمان است. یکی این که ما را طبق استحقاقمون با ما رفتار کنی، حسناتمون سیئاتمون همه رو بشینی حساب کنی، و حالا بشینی که میگی من خودمونی دارم میگم، خدا که نمیشینی، حسنات و سیئات ما رو حساب بکنی و طبق اون به ما بدی، این میشه عدل. یا این که نه، بیش از استحقاق ما بده. یعنی چی؟ یعنی بدی هامونو تا میشه ببخش، اگه میشه همش رو، اگه نمیشه هرچی میشه ببخش، خوبی هامونم هرچی میشه زیاد کن. هر دو طرف شما نیاز داریم. یعنی ما اگه هیچ گناهی هم نداشتیم، حسنات ما خیلی کمه، دست ما خالیست. گناه هم که داریم که دیگه بدتر، مثل یه آدمی که نه سرمایه ای داره
و نه بدهیاشو تسویه کرد، کلی بدهی داره، سرمایه هم نداره، حالا میخواد کسب و کار را بندازه. بابا تو نه بدهیاتو دادی نه سرمایه داری، میخواد چیکار؟ این باید یه نفری پیدا بشه، آدم با اهل خیر و فضلی، دستشو بگیره، هم بدهیاشو صاف بکنه، هم به سرمایه بده، بگه بیا کسب و کار کن، خودم هم راه چارشو بدهیات میدم. خدا من اینجوریه. پس ما از عدل خدا میترسیم، در دعا داریم عدلک محربی، ما از عدل خدا میترسیم، فرار میکنیم. چرا؟ چون عدل یعنی طبق استحقاق، عدل در این معنایی که در مقابل فضله، یعنی به طبق استحقاق مکافات میشه، گرفتاریم. فضل میخوان بعدی ها رو ما رو ببخشه، حسنات ما رو مضاعف بکنه، این اون وقت میتونه ما رو نجات بده. لذا میگیم عفو تو فضل است. فضل یعنی چیزی که بدون استحقاق میدن دیگه، اگر طبق استحقاق باشه که فضل نیست. و عذاب اگر بکنی هم عدله، ظلم نکردی، ما نمیتونیم اعتراض بکنیم، اما میتونیم بگیم که ما از تو خواهش میکنیم که با فضلت با ما رفتار بکن. خود ما هم البته باید با دیگران همینطور رفتار کنیم، اولا ظلم نکنیم، ثانیاً تا اونجایی که میشه با فضل و با رحمت با دیگران برخورد کنیم. یا من ذکرهو حلو، ای کسی که یاد او شیرین است. یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدا یعنی یاد همه زیبایی ها، همه خوبی ها. لله الاسماء الحسنا، خداوند زیباترین نام ها را داره، اون نام ها همه در واقع به صفات او اشاره میکنه. شما به یاد زیبایی بیفتی، به یاد علم بیفتی، به یاد رحمت بیفتی، رأفت بیفتی، قداست، فضل، کرم، جود، شیرین میشه ذائقه انسان، شیرین میشه حتی تمام وجود انسان، شیرین میشه. ما چرا احساس تلخی میکنیم؟ چون بی توجهی میبینیم، بی محبتی میبینیم، بی انصافی میبینیم، ظلم میبینیم تو عالم، غربت میبینیم، تنهایی میبینیم، جنگ میبینیم، اینا ما رو ذائقه ما رو تلخ میکنه. اما امنیت که خدا مؤمن است، سلامت و سلم که خدا سلام است، کریم، رؤوف، همه خوبی ها در اوست، انسان شیره میشه کامش. اگر ما درست خدا را یاد بکنیم قطعا شیرینه، و اونقدر شیرینه که امام زین العابدین میگه که الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا، خدایا کیه که شیرینی محبت تو را، که اونم ذکر محبت از شعبه های ذکر و نتایج ذکر، چطوری میشه کسی شیرینی محبت تو را مزه کنه، بچشه، بعد دنبال چیز دیگری بره؟ ما نچشیدیم و چیزهای دیگه ممکنه دنبال بریم، ولی اگر انسان را بچشه دنبال چیز دیگری نمیره. ذکر خدا شیرین ترین شیرین هاست، زیباترین زیبا هاست. یا من ذکرهو حلو، و نهایتاً یا من فضلهو عمیم، ای کسی که فضل او همگانیست، شامل همه میشه، همه موجودات عالم همه دارن از فضل او استفاده میکنن. فضل به نظر بنده میرسه که یعنی
دادن چیزی که اولا مورد استحقاق نیست، یعنی یا اون طرف استحقاق نداره یا بیش از استحقاقش. خلاصه این مقداری که ما میدیم استحقاق نداره و مقدارش هم قابل توجهه، چه بسا موجب شگفتی اون شخص میشه، انتظارشو نداره. مثلا اگر یک کسی برای من 10 روز آمده مثلا در منزل نقاشی کرده، گفتیم آقا روزی چقدر میشه پول نقاشی؟ گفته اینقدر. ما هم سر 10 روز حساب میکنیم، دقیقا بهش میدیم. خب این که فضل نیست، حقشو بهش دادیم. مثلا 10 روز کار کرده مثلا شده 1000 دلار. خب حالا اگر من 1010 دلار بدم، این 10 دلار که فضل حساب نمیشه. 1000 دلار 10 دلار اضافه دادین که فضل نشد. اما اگر یه مبلغی بدم که از انعام های عادی، بخشش های عادی بیشتر باشه، اصلا طرف تعجب میکنه، میگه آقا اشتباه نکردید شما، مثلا 1000 دلار 1500 دلار بدم، 2000 دلار بدم، 3000 دلار بدم، این میشه فضل. اصلا طرف تعجب میکنه. خداوند متعال ذو الفضل العظیمه، تازه فضلش هم عظیمه، یعنی نه تنها فضل باید باشه، بعد که توی خود فضل ها هم فضل عظیمه. آدم با خدا معامله بکنه اصلا مبهوت میشه. من گاهی به عزیزان عرض میکنم که به خودم هم یادآوری میکنم، میگم خداوند هیچ وقت زیر منت کسی نمیمونه. من یه اصطلاح فارسیه، من نمیدونم آقای ارتان چجوری میخواد اینو ترجمه کنه. زیر منت کسی، یعنی کسی براش کاری کنه امکان نداره که بدون جبران بذاره، این که واضحه. اما اصلا از این بالاتره، زیر منت که نمیمونه هیچی، اصلا شرمندت میکنه، انقدر میده که شرمنده میشه آدم. فضل عظیم داره و فضل عمیمه. عمیم یعنی همه در بر سر سفره فضل او نشستن. حالا یه کسی زرنگتره، بیشتر این فضل رو دریافت. اناهی او هیچ محدودیتی نیست، اما استعداد خودش رو بیشتر میبره. من اگه بچه باشم به هم فقط شیر میدم، اونم خیلی خوبه. اما اگه بزرگتر شده باشم، معدم ظرفیت پیدا کنه، به هم غذاهای مختلف میدن، میوه میدن، چیزهای مختلف میدن. بچه باشم معدم کوچیکه، فقط به هم شیر میدن، آب میدن، مایعات میدن. یه بار پس دوباره با همین فراز رو میخونیم. یا من عطاؤه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده صدق، یا من عفوه فضل، یا من عذابه عدل، یا من ذكره حلم، یا من فضله عمیم. سبحانك یا لا اله الا انت، خلصنا من النار یا رب. انشاءالله خداوند نگهدار همه شما عزیزان باشه، انشاءالله حاجات شما را در این ماه مبارک خداوند ادا بفرماید، خداوند همه بیماران رو شفا بده و اموات رو مورد رحمت خودش قرار بده و از ما راضی باشه انشاءالله. التماس دعا داریم. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار شما. آمین.